این جمله ها جلوی کار کردن مردم را میگیرد، چون تفسیر نشده ممیزینی میان میگن آه این کارخانه، این دستگاه، این دکان، نمیدانم این ماشین برای تو مناسب نیست. حالا یه محکمه باید اقامه کرد که آیا مناسب حال این است یا نیست. اسبابی دردسر میشود برای مردم این در این که بیان کنن آیا این کار، این لباس، این خانه، این کارخانه، این دکان مناسب حال این شخص است یا نه. میبینید که یه ممیزی هست، عقده حقارتی دارد، نمیتوند در کسی یک کارخانه، یک دستگاه ماشین، یک چیزی ببیند، میچسبد به یخه او، مستمسک میکند همین جمله را که اسراف و تبذیر است. این اسباب دردسر میشد. حالا شد آقای بنی‌صدر به اینها پاسخ آقای خامنه‌ای. اگر اجازه بدید، چون من با آقای بنی‌صدر صبح صحبت کردم و اسراف و تبذیر رو جز مصرف دیدم که مطالبی که ایشون میفرمان درسته، ولی از این لفظ مفاد مستفاد نیست. و یعنی اونی که هست به نظر من اسراف هست، ولی نه در سرمایه گذاری، نه در تولید، نه در توزیع. اگه اجازه میفرمایید ایشون توضیحشون رو بدن، من بر اون اساس بگم که اینطور نیست، یا یعنی اینکه به همین مقدار اختصار کنیم. من پیشنهادم اینه که من اسراف و تبذیر در مصرف و در همه شئون مربوط به اقتصاد باشه، که مصرف رو که مسلمه بگذاریم، اون سه تا دیگه هم در همون شئون هست. حالا اگه اصرار دارن ایشون که حتما این مسلمه و کافیه، من منظورم اینه که مستفاد از لفظ این نیست برای یک نفری که اینو ننوشته باشه و صریح باشه. آقای آیت، من موافقم. بحث شما. آقای فوزی، اصراف در سرمایه گذاری بود که سوال شد. میگم هر ما به این اصراف و تبدیل چه هست که لازم داره هر دو نفس کیف بشه؟ آقا صدا خوب نمیاد. از شدم که فرق ما بین اصراف و تبذیر چه هست که لزوم میداره هر دو کلمه هر دو نفس اندار کیف بشه؟ این به اعتبار اینه که هر دو در قرآن آمده و الا خب میدونید بعضی از فرق ها گفته شده، ولی ما نمیتونیم که داره؟ یکی همون اصلاح لفظی قبلا در یکی از اینکه پرداخت های مربوط به دولت بود، اون مربوط هست به پرداخت های دولتی بانید دولت اونزار در همه شکون اقتصاد اگر مربوط به اقتصاد نیست خیلی چیز نباشه، مناسب نباشه. بسیار آقای بشارت، سوالی که جناب خامنه ای فرمودن، این جلوگیری از اسراف در مصرف، این رو میخوان به چه شکل؟ با جیره بندی مثلا؟ آیا مردم رو چطور میتونن جلوگیری کنن از اسراف؟ و اگر اسراف از توزیع باشه، خود به خود اسراف از مصرف هم هست. حالا بعضی از کالاها تولید نمیشه، خودش جلوگیری هم میشه، جلوگیری های اقتصادی داره. حالا آقای بنی‌صدر بهم پاسخ بدن بهتره. بفرمایید. ایشون قرار شد شما گوش بدید. ایشون میگویند که یعنی منظورتون از منع اسراف در مصرف این است که دولت بیاد جلوی اسراف در مصرف رو به یه وسیله‌ای بگیره، مامورای دولت بیان جلوی شما رو بگیرن که چرا یک کتتون مثلا یه دستمال داره به اتومبیل زیادی وارد مملکت نشود، جلو اسراف گرفته شود. بسم الله الرحمن الرحیم. این شؤون اقتصادی، سرمایه گذاری، تولید، توزیع، مصرف که اینجا آوردیم، هر کدوم میشه یه مثال آورد مطلب رو روشن کرد. اما در سرمایه گذاری تبذیر فراوان انجام میگرفته در دوره سابق و در دنیا هم میگیره. من حالا یه مثال برای شما میارم. طرحهایی رو دولت سابق تصویب میکرد که مثلا این طرح 100 میلیون خرجش، در عمل در می آمد 300 میلیون. به جوری که در ایران نسبت سرمایه گذاری به تولید 5 به 1 بود،
حالی که در اقتصادهای صنعتی برای همون رشته ها و همون صنعت بین 1:1 تا 2:1. خب حالا چه کلمه ای شما میخواید بگذارید به جای تبذیر که این معنا رو برسونه؟ ظاهرا همون کلمه تبذیر قرآنی خوب میرسونه این معنا رو. در مورد تولید اینجوره در اقتصادهای سرمایه‌داری، البته در اقتصاد بورس و اینا هم هست همینجوره. در 2 سال پیش اقتصاددانهای امریکایی یک مطالعه انجام دادن درباره اقتصاد امریکا که چقدر از این اقتصاد تولید میکنه، تولید مضر و مخرب، اون در چارچوب خود اونا که چیزی رو مخرب میدونن، نه در چارچوب فقه اسلامی ما که بسیاری چیزها رو حرام میدونن. در همون حدود خودشون معلوم شد از 1,100 میلیارد دلار تولید سالانه امریکا، 550 میلیاردش به حساب اونها تولید نابجاست و مضره که اگر تولید نشه امریکایی راحت تر زندگی میکنه. اگر شما در نظر داشته باشید که اقتصاد امریکا ثلث اقتصاد دنیاست، امریکا به علاوه اروپا 60% اقتصاد دنیاست، شما میبینید که چه اسراف و تبذیری در زمینه تولید انجام میگیره. چنانکه در رژیم سابق هم سرمایه گذاری هایی که اجازه داده انجام گرفته و تولیدهایی انجام گرفته به حساب موازین اسلامی خودمون بررسی بکنیم، 80%ش اسراف و تبذیره و مشمول اصلا حرام هم هست. از اسراف اونم که حلاله، موضوع اسراف تبذیره. مثلا فرض کنید برای رادیو، چون اینجا قرار بوده بر اساس خورد و برد بوده، 21 تا ما مونتاژ رادیو تلویزیون داریم. و این 21 تا مونتاژ هیچ وقت به یک کارخانه کامل نمیتونن تبدیل بشن. حالی که از اول اگر بنا رو میگذاشتن که بر یک مونتاژی، از مونتاژ هم میخواستن شروع کنن، بر یکی ایره میشد گسترشش داد، حالا ما یک کارخانه کامل رادیو تلویزیون داشتیم. از این قبیل فراوان. این هم در تولید. اما میاد در توزیع. یکی از مصیبت‌های بزرگ بشر امروز این است که چون نابجا تولید میکنه، به زور میخواد به مصرف برسونه، باز تبلیغ و غیره باید به مصرف برسونه. در امریکا برای هر 1 دلار کالا 6 دلار خرج تبلیغات میشه. ما هم بخوایم این همچه اقتصادی در ایران داشته باشیم، چون که در رژیم سابق هم تا حدودی بود، ما هیچ وقت موفق نمیشیم که نیازهای اساسی مردم رو در این اقتصاد تامین کنیم. پس اگر در مرحله توزیع تولید ما اسراف و تبذیر رو اجازه بدهیم، اقلا همونقدر که سرمایه خرج تولید میکنیم، باید سرمایه رو هم خرج به مصرف رسوندن رو بکنیم. و اما در مصرف که مو دیگه بر شما نمیکنم جایی ابهام داشته باشه، دو نوع اسراف میشود در اقتصادهای امروز. یکی استفاده از غرایز انسانی برای توسعه مصرف متناسب با نرخ سودی که سرمایه گذار مثلا سرمایه دار میخواد ببره. و امروز علت این که در اقتصادها تورم هست و عکسش نیست، حال اینکه باروری که اضافه شد باید قیمت بیه پایین، اما هیچ وقت تاریخ بشر معاصر کاهش قیمت‌ها رو به خودش ندیده، همیشه قیمت‌ها افزایش داشته. علتش همین اسراف و تبذیر در همه این مواردی که عرض شد و استفاده از غرایز. مثلا الان یک مورد فرانسه رو به شما عرض کنم. در فرانسه در محاسبه کرده بودن همین آگهی‌های تبلیغاتی و غیره و اینها، و برای این تحمیل مصرف در هر ثانیه هر انسانی 30 تصویر سکسی می‌بینه. در هر ثانیه. حالا حسابشو بکنید که چه مصیبتی است در اون اقتصادها.
نتیجه این است که دائم مثل آدم معتاد دائم باید این برای تحریک شدن مصرف بکنه. این یه نوع مصرفه اسراف. یه نوع اسراف های دیگه هم هست که در اقتصادهای ما وجود داشت، حالا اونا یواش یواش پیدا شده، مثلا پرخوری. البته دومی رو دولت نمیتونه بیا بره تو خانه ها مگر از طریق تبلیغ و ارشاد که مانع از پرخوری بشه. سال دو سال پیش در آلمان ضرر پرخوری 23 میلیارد مارک شده بود، در جایی که بشریت چقدر از انسان از گرسنگی رنج میبره. اینها رو از راه تبلیغ و ارشاد میشه کرد، اما یه قسمتش نه، همون است که آقای مکارم فرمودن، از راه برنامه گذاری و تدابیر قانونی انجام میگیره. اون همین است که الان عرض کردم. این ضابطه بنابراین فایدهش این است که ما از این به بعد روی اقتصاد سالمی میتوانیم حساب بکنیم که اون ضوابط سابق ما را رژیم سابق دیگه در این اقتصاد انشاءالله به کار نیایند. این که عده‌ای ممکنه عقده روانی داشته باشن، خب بس بفرمایید که این آیات و روایات همه رو بذاریم کنار چون ممکنه سوء استفاده بشه. نه، اونایی که مربوط به اشخاصه اونا همینجوری عرض کردم عملی نیست غیر از طریق ارشاد، امر معروف نهی از منکر. اینها همون مواردی بود که عرض کردم، یعنی دولت و قوه قانونگذاری از طریق تدابیر قانونی و برنامه گذاری های صحیح مانع از اسراف تبذیر می شود. اینکه حالا یه کسی بره ببینه اون کارخانه داره، او چطور میتونه بگه این اسراف تبذیر در صورتی که هست، معناش این است که برنامه تشخیص داده که این وجود این کارخانه اسراف تبذیر نیست، لازم هم هست. گمان میکنم این سوالاتی که شد جواب عرض کردم و توضیحات انشاءالله روشن کننده معنا بود. بله؟ ما یادم که کمتر از ظرفیت او به خدمت مربوط نیست، به تولید مربوطه، یعنی کارخانه کمتر از. اما چرا در دستگاه های اداری و نظامی اسراف و تبذیر زیاده از حد میشه؟ برای اینکه برای یک کاری 500 نفر هستن که ما الان همین در هر روز محاسبه کردن هر کارمندی 1 ساعت و 11 دقیقه کار میکنه، بنابراین خیلی اونجا اسراف و تبذیر زیاده. این است که میشود او را هم اضافه کرد. بله، باید اضافه بشه. در خود کارخانه ها و دستگاه های صنعتی هم ممکنه یک صنایع جنبی اضافه بکنن که هیچ ضرورتی نداره و سبب بشه از خود کارخونه به اندازه ظرفیت کامل استفاده نشه. این جهت اسم خدمات بود. بله، همون میگه شامل تولید دیگه، سرمایه گذاری و تولید. خوب دوستان، برای رأی گیری میخونم 6. من اجازه بدید برای رأی گیری میخونم: منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، هم از مصرف یا سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات. لطفا رأی بدید. Thank you.
نتیجه رأی‌گیری. عده حاضر هنگام اخذ رأی 61، شماره آرا 61، موافق 59، مخالف هیچ، ممتنع 2. تصویب شد. الله اکبر. اجازه بفرمایید، اینطور نمیشه. اگر بخوایم سریعتر صحبت نکنن، رأی‌گیری اینقدر وقت نمیبره. اصل 8، یعنی بند 8، عذر میخوام، بند 7 البته، چون یکیش ادغام شد. بند 7، بند 6، یکیش که جا انداختیم جاشو باز میذاریم. بند 7، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. اجازه میدید که همینو به رأی میذاریم. لطفا رأی بگیریم. نتیجه رأی گیری. عده حاضر 61، شماره آرا 61، موافق 61. تصویب شد. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. بند 8. اول خود قایبا رو بخونیم چون گفته شد. نه بعد از بعد دست کنیم. یکی از این بندها بگنجونید. بسیار خوب، فعلا اجازه بدید. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران.
یک پیشنهادی به امضای عده‌ای رسیده درباره تکمیل این بند. این رو میخونم. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از طریق برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش‌های دولتی، نیمه دولتی، تعاونی و خصوصی به ترتیبی که وابستگی اقتصادی را از بین ببرد و خودکفایی کشاورزی، دامپروری و صنعتی را تأمین کند. سرمایه گذاری شد تو بنده دو راهای دیگر هم هست. راهای دیگر هم هست. همین قسمت کامل تر هست. سرمایه گذاری شد تو بنده دو گفت. ولی مابقیش بند. بسیار. بنابراین همین بند رو فعلا میخوان آقایون بگن این بند خودش هست، ما برای اولویت کشاورزی یا چیزهای دیگه بندی اصلی اضافه میکنیم. آقای خزعلی شما؟ اقتصاد کشور جمهوری اسلامی در اقتصاد کشور جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. بله آقا این جالب تره. تذکر به جای. آقای نوربخش همطور که پیشنهاد رو اگه در باره اونه بحث نکنیم، چون دوستان نظرشون این بود که میدونید از نظر مقررات جلسمون اگر دوستان موافقت نکنن باید اونجا مطرح بشه. حالا اجازه بفرمایید آقای نوربخش. بند مستقلی ما باید اقتصاد مستقل بخش خود بفرمایید. یه مسئله هست که ما جلوگیری از آقای موسوی جلوگیری از سلطه اقتصادی رو از یه طرف باید انجام بدیم، از طرف دیگه تشویق کنیم سرمایه گذاری و برنامه‌ریزی در جهتی باشه که خودکفایی کشور رو تضمین بکنه. یعنی جنبه مثبت قضیه هم باید باشه. یعنی ما الان مهمترین مسئله‌ای که داریم برای کشور این وابستگی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ما به خارجه و این وابستگی که ما باید بیش از هر چیز بهش توجه بکنیم و در این نوبن به طور واقعا واضح جایی نیومده که ما برای بر علیه این وابستگی به چه ترتیب می‌خوایم سرمایه گذاری بکنیم. بنابراین باید یه جایی گفته بشه که سرمایه گذاری و برنامه‌ریزی از این به بعد در این کانال خواهد رفت. یعنی اگر یکی در این کانال کار کرد ما ازش حمایت میکنیم. اون بنده دو آقای نوربخش اتفاقا یه مقدار زیادی جنبه مثبت همین رو داره. آقای کیاوش قبل از شما. شکر. اگر صلاح بدونید پیشنهاد میکنم که یکی از طرق سلطه اقتصادی رو نام ببرید. این معنا که امروزه سلطه اقتصادی بیشتر توسط وارد کردن دستگاه‌ها یا صنایع برونزاست. صنایعی رو به کشورهای جهان سوم، کشورهای استعماری تحمیل می‌کنن، به اصطلاح لوازم یدکیش رو در پیش خودشون دارن. اصطلاحا می‌نام گن صنایع برونزا. و این سلطه اقتصادی میاره. پیشنهاد می‌کنم اگر صلاح می‌دونید چه در کشاورزی مدرن و چه در تکنیک اضافه بشه از طریق جلوگیری از توسعه صنایع برونزا. اگر این طور شده باید خیلی از راه‌ها رو آورد. این وقت کلی و مطلقش ضعیف‌تر. اجازه می‌فرمایید آقا ما همین کلیشو به رأی می‌گذاریم و بعداً باشه دیگه اگر آقایون می‌خوان فردا لطف کنن تهیه کنن چیزی که بتوانه به عنوان یک اصل جدید هم مبین این منظورها باشه و هم این تصویب این بند رو که به عنوان یه پایه هست به تعویق نیندازه. آقای بنی‌صدر تذکر خاصی هست یا برای بذاریم دیگه؟ میگم که اون وابستگی سیاسی و فرهنگی رو ما در اصولی که به قانون اساسی مجموعه است اینجا اقتصادیش گفتیم، در جای دیگه هم سیاسیش گفتیم، در جای دیگه هم فرهنگیش گفتیم. نه اینجا فرهنگ سیاسی نیست، اینا اقتصادی همش. اجازه می‌فرمایید آقایون به رأی می‌ذاریم. این ماده. آقا قبل از شما آقای رشیدیان نوبت گرفتن. اگه قرار صحبت بشه نوبت ایشونه. صحبت نه.
این بند به نظر من قبل از بندهای دیگه باید باشه. ایبی نداره، جاشو عوض میکنیم. یک بندم بیاریم به منظوری که آیون میگه. ایبی نداره، جداگانه قرار شد اضافه کنیم. فعلا پس این رو به رأی میذاریم. 8 جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. لطفاً رأی بدید. مواد اولی مثلا نتیجه رأی عده حاضر 63، شماره آرا 63، موافق 61، مخالف هیچ، ممتنع 2، تصویب شد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.